بازگشت پیروزمندانه تمامی زندانیان سیاسی بند 350 از سلول‌های انفرادی جای تبریک بسیار دارد. یک پیروزی درخشان برای زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و همه کسانی که کارزار دفاع و حمایت از این زندانیان سیاسی را برپا کردند و تا پیروزی ادامه دادند. همچنین یک شکست خفتبار برای دستگاه سرکوب و سردشکیمان و شکنجهگران دستگاه قضایی و زندانهای آخوندی که آن را فراموش نخواهند کرد. سوال این است که مگر رژیم میتواند از سرکوب آن هم در زندانها عقب نشینی کند؟ مگر سرکوب تکیه‌گاه اصلی نظام ولایت فقیه و به مثابه شیشه عمران نیست؟ پس این عقب نشینی چگونه محقق شده است؟ جواب را زندانیان پایدار در پیام‌ها و بیانیه‌هایشان چنین دادند: مقاومت زندانیان مقاوم و افشاگری‌ها و تلاش‌ها و همدردی‌ها در ایران و سراسر جهان. در بیانیه اعلام پیروزی گوهردشتی‌های مقاوم، پرده از روی ابعاد توطئه خطرناک حمله به زندانیان برداشته شد و همین پاسخ به بیان دیگری آمده است: بدون تردید این حمله وحشیانه با الگو برداری از اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی بی‌دفاع در دهه 60 و پس از نوشیدن جام زهر قطعنامه 598 در این دوره و پس از نوشیدن جام زهر هسته‌ای و با نیت ایجاد وحشت در مردم صورت گرفت که بنا به گزارش‌های رسیده قرار بود این حمله در زندان‌های دیگر تکرار شود، اما مقاومت یکپارچه ملت ایران موجب شد تا این اقدام در مرحله اول به یک رسوایی بزرگ برای رژیم تبدیل شود. آنها در گام اول در پذیرش شکست به برکناری رئیس سازمان زندانها تن دادند و تهدیدها و شانتاژهای رئیس قوه قضاییه و دادستان کل نیز ناشی از همین زهر و شکست بود. بله، سکه طلایی این پیروزی دورو دارد: یک روی آن پایداری و پرداخت بها و روی دیگر آن ضعف و ذلت یک رژیم وحشی است که طی 3 دهه مساف با قهرمانان مقاومت ایران چنگالهایش شکسته و به زانو درآمده است. با پایداری اشرف نشان زندانیان و شجاعت و ایستادگی خانواده های آنها، بار دیگر این قانون طلایی که بارها در سخت‌ترین شرایط پیروزی اشرفی ها را تضمین کرده است به اثبات رسید. پایداری و پرداخت بها بی تردید پیروزی می آورد. بر اساس همین قانون ثابت شد که حتی در عمق سیاه‌چال‌ها با دست‌های بسته و پاهای در زنجیر هم می‌توان ایستاد، جنگید و دشخیم را به زانو درآورد، اما به شرط پرداختن بهای تام و تمام ایستادن تا به آخر. حالا باید منتظر اوج گرفتن صدای آه و ناله‌های سردمداران و دشخیمان شکست خورده باشیم. دستگاه اطلاعات آخوندی پیشاپیش در یک سوزنامه مفصل عامل اصلی شکست رژیم در این رویارویی را معرفی کرده و به سوز و گداز نشسته است. خبرگزاری ایسنای آخوندی به نقل از مؤسسه راهبردی دیدبان، یعنی بخشی از وزارت اطلاعات، نوشته است: کمپین خبرسازی در موضوع زندان اوین از سوی جریان مجاهدین، بهائیت و همکاران سازمان نفاق راه اندازی شد. این مؤسسه بدنام افزوده است: رسانه‌های ضد ایرانی در کنار سازمان مجاهدین نشان دادند که حرکت شکل گرفته در اوین تنها ریشه در تحرکات عناصر مرتبط با ایشان دارد و سپس با اشاره به زندانیان مقاوم سود و گداز کرده که دلبستگی ایشان در پیگیری اهداف سازمان مجاهدین انکارناپذیر است. بدشخیمان سیلی خورده که صدای آه و ناله‌شان قطع نمی‌شود باید گفت: این هنوز از نتایج سحر است. باشید تا صبح دولت مقاومت سرفراز و ظفرنمون ایران بردمد.